در خط مهمترین های امشب. افغانستان در صدر اجندای شورای امنیت سازمان ملل. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میگوید قرار است این شورا تا کمتر از 20 روز دیگر نشست را درباره افغانستان برگزار کند. افغانستان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. خوشبینی ایران از گفتگوها درباره حقابه هلمند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از نتیجه خوب گفتگوها با امارت اسلامی درباره حقابه هلمند خبر می‌دهد. خوشبختانه مقامات هیئت حاکمه افغانستان هم مذاکرات خوبی رو با جناب آقای کاظمی قمی داشتند. اشتراک افغانستان در نشست اتحادیه جهانی راه آهن در ترکیه. اداره راه آهن کشور میگوید اشتراک کنندگان این نشست وعده همکاری در عرصه گسترش راه آهن افغانستان را دادند. د افغانستان د وسپنې پرلۍ ادارې عمومي رئیس د افغانستان د وسپنې پرلۍ ادارې په اړه عمومي معلومات، فعالیتونه او لاسته راوړنو معلومات وړاندې کړ. و انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل. امریکا و اسرائیل اما حضور ایران در جمع نایب رئیسان مجمع عمومی سازمان ملل را غیر قابل قبول خواندند. به نام یاد خدا، وقت شما بخیر. به مجموع خبرهای این ساعت از یک با من نورالله بکرخیل خوش آمدید. امروز جمعه برابر است با 12 جوزای سال 1402 هجری خورشیدی. مشروع خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در اواخر ماه جاری نشست را درباره افغانستان برگزار کند. سفیر امارات متحد عربی در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در ماه جون گفته که افغانستان در صدر اجندای شورای امنیت قرار دارد، اما در مورد موضوعهای مورد بحث این نشست جزئیات نداده است. آگاهان اما به این باورند که برگزاری این گونه نشست‌ها می‌تواند برای رفع چالش‌های کنونی فراراه افغانستان سودمند باشد. همکارم صفی ناصری گزارش می‌دهد. افغانستان در صدر اجندای شورای امنیت سازمان ملل قرار است تا نزدیک به 20 روز دیگر اسای شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. لانا نصیبه، سفیر امارات در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه جون روز گذشته در یک نشست خبری گفت که تلاش خواهد کرد تا هماهنگی کشورهای عضو این شورا در قبال افغانستان حفظ شود. افغانستان در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. افغانستان به عنوان یک موضوع خیلی مهم ذهن شورای امنیت را در ماه جون به خود مشغول خواهد داشت. قرار است در 21 جون یک نشست عادی درباره وضعیت افغانستان داشته باشد. هرچند خانم نصیبه در مورد موضوعهای مورد بحث در این نشست جزئیات نداده، اما احتمال می رود مسئله حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان از موضوعهای مورد بحث در این نشست باشد. که چیری مرگری ملتونه غنده را بولی ده یو مثبت خبره ده. خب مهمه خبره به پدی که ده چه دوی چوک به دقیق غنده را بولی. آیا اگه کسان چی واقعیت کولیشی چی مثبت گامونه پورته کری او تاثیر گذاره دی په فیلی واکمنه ای که اگه کسان به دوی را بولی که نه سر ده شوارو پا ورکول و سره او ده غنده پا جورول و پنون بانده دوی غاری چه خبری مطرح کری مگرم آخر که هیچ پیش از این نیز چندین بار شورای امنیت سازمان ملل میزبان نشست های متعدد درباره وضعیت افغانستان بوده، اما نشست پیش رو چقدر در حل چالش های افغانستان موثر خواهد بود؟ این بار نشست شورای امنیت در خصوص افغانستان از مفیدیت و موثریت خاص برخوردار است، به خاطر که این ادامه نشست یا جلسه اول می سازمان ملل متحد به ابتکار آنتونیو گوترش میشه این سازمان بوده که اجنده از او را پیش میبره و در قدم اول شاید توصیه داشته باشند و بعدا میشه که تغییرات بیشتر وضع کنند.
از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان نزدیک به 2 سال میگذرد، اما تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناختن نشده است. پیشتر دبیرکل شورای امنیت سازمان ملل رهبری نشست را در دوحه درباره افغانستان به عهده داشت تا بتواند راه را برای عبور از وضعیت کنونی پیدا کند، اما تا هنوز پیدا نتوانسته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از نتیجه خوب گفتگوها با امارت اسلامی درباره حقابه هلمند خبر می‌دهد. وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته که ایران موضوع حقابه را از مسیر حقوقی و سیاسی در دستور کار دارد و آن را پیگیری می‌کند. آقای عبداللهیان می‌افزاید که پس از روشن شدن نتیجه گفتگوها بیشتر در زمینه گفتگوها روی حقابه جزئیات ارائه خواهد کرد. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. مقام های ایران از نتیجه خوب گفتگوها با امارت اسلامی روی حقابه این کشور از رود هیرمند خبر می دهند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران می گوید پیگیری مسئله حقابه این کشور از رود هیرمند را از رای حقوقی و سیاسی در دستور کار دارند و در زمینه با امارت اسلامی نیز گفتگو کرده اند. خوشبختانه مقامات هیئت حاکمه افغانستان هم مذاکرات خوبی رو با جناب آقای کاظمی قمی داشتن، هم به نتایج خوبی داریم دستیابی پیدا می‌کنیم که امیدوار هستم که بعد از اینکه ابعادش روشن‌تر شد بتونیم جزئیات اون رو بیشتر برای افکار عمومی توضیح بدیم. آقای عبداللهیان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما این کشور در رابطه با مناسبات مرزی میان دو کشور میگوید که تقویت همکاری ها به امنیت دو کشور کمک میکند. او همچنان در رابطه با درگیری پسین مرزی میان دو کشور تاکید دارد که اوضاع در افغانستان را درک میکند. طبعا هرچه مناسبات مرزی ما همکاری های اقتصادی و تجاری و بازارچه های مرزی ما تقویت بشه، این کمک میکنه به امنیت هرچه بیشتر مرزها در دو طرف. گاهی اوقات از جمله در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای در بعضی از نقاط مرزی انجام شده. مقامات هیئت حاکمه افغانستان به صراحت اعلام کردند که این درگیری‌ها هیچ برنامه هدفمندی رو پشت سر خودش نداشته. برای ما شرایط در افغانستان قابل درک هست. این مقام دیپلماتیک ایران همچنان گفته که با توجه به سابقه تاریخی، همسایگی و اشتراکات میان ایران و افغانستان اجازه نخواهند داد تا دشمن از این مسئله سوء استفاده کند. ما تأکید داریم بر این مسئله که داشتن سابقه تاریخی همسایگی بین دو ملت و مشترکات فراوانی که داریم غالب هست بر هر مسئله دیگری که احیانا دشمنان بخواهند از اون سوء استفاده بکنند و دو طرف رو وارد یک فضای غیر از اون چه که مملو و از برادری و همسایگی و احترام متقابل هست ببرند. این در حال است که روز گذشته نیز برخی از مقام‌های ایرانی درگیری مرزی میان دو کشور را توطئه دشمن عنوان کرده و گفتند که افغانستان هیچ زمان برای ایران تهدید نیست. 31 نشست اتحادیه جهانی راه آهن با حضور نماینده افغانستان در ترکیه برگزار شده است. اداره راه آهن کشور میگوید عضوهای اتحادیه جهانی راه آهن در این نشست اطمینان داد که در گسترش راه آهن افغانستان را همکاری خواهد کرد. بختور رحمان شرافت رئیس عمومی اداره فعالیت‌ها و دستاوردهای یک سال گذشته این اداره را در این نشست ارائه کرده است. اشتراک نماینده افغانستان در نشست اتحادیه جهانی راه آهن در ترکیه. مسئولان اداره راه آهن کشور به رهبری رئیس این اداره روز گذشته در این نشست جهانی در استانبول ترکیه شرکت کردند. سخنگوی اداره راه آهن میگوید کشورهای اشتراک کننده وعده همکاری های بیشتر را با افغانستان داده است. پدر غونډه کې چې د ترکیه د ریل پټۍ ادارې د مشر حسن پیژو په وینا پیل شوه، ورپسې د مجلس په جریان کې د افغانستان د اوسپنې پرلۍ ادارې عمومي رئیس د افغانستان د اوسپنې پرلۍ ادارې په اړه عمومي معلومات، فعالیتونه او لاسته راوړنو معلومات وړاندې کړل. همزمان با این، آگاهان اقتصادی گسترش راه آهن کشور را در کاهش هزینه انتقال کالاها سودمند عنوان می کنند. اشتراک و نشست های حیات فوق العاده امارت اسلامی طالبان به خاطر پروژه های زیربنایی مانند راه آهن و همچنان دیگر پروژه ها می تواند که در شرایط کنونی البته
ادامه صحبت ها مسئلیت داشته باشه، ولی تعلق میگیره که این پروژه ها چقدر زودتر میتونه که آغاز شوه، نتیجه ازی خواهد چی خواهد بود. افغانستان با چند کشور همسایه از جمله ایران و ترکمنستان از طریق راه آهن وصل است و انتقال شماره از کالاها میان افغانستان و این کشورهای همسایه از طریق راه آهن صورت میگیرد. به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه کشور از شهروندان خواسته تا کشور را ترک نکنند. ضیا احمد تکل در گفتگوی با تلویزیون ملی با تاکید بر چالش‌های راه‌های غیرقانونی از تمام شهروندان کشور خواسته تا به برنامه‌های دشمنان افغانستان تشویق نشده و راه‌های قاچاق را برای ترک کشور در پیش نگیرند. این در حالی است که چند پیش بیش از 10 تن از مهاجران افغان در مسیر بلغاریا که در اثر عدم رسیدگی اکسیژن در یک کانتینر جانهایشان را از دست داده بودند، جسدهایشان پس از چندین روز به کشور منتقل شدند. خواست حکومت سرپرست از شهروندان کشور. معاون سخنگوی وزارت خارجه از شهروندان کشور خواسته است تا به راه‌های غیرقانونی تن نداده و به برنامه‌های شوم دشمن تشویق نشوند. ضیا احمد تکل اینجا در گفتگو با تلویزیون ملی مهمترین دلیل های مهاجرت را برنامه های دشمن می داند. افغانستان دشمنان چی ای وقت دلت نظامی یرغل کرده و او دلت هغه طول حچی تر سر کرده تو افغانستان پا کامل شکل باندی اشغال او وگری یرغمال کرده. آقای تکل تبلیغات سوی رسانه‌های اجتماعی مبنی بر تسهیلات و امکانات بهتر در کشورهای خارجی را یک دیگر از دلایل افزایش مهاجرت ها می داند. هغه څه سی افغانان تشویقیږي او باید بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي، یو هم په مطبوعاتي اړخ کې د ځینو مغریزو کسانو یا هم د ځینو هغو کسانو چې دغه لوبه یې د بل چا په اشاره یا هم په غیر اختیاري ډول باندې پیل کړې ده، هغه دا ده چې که موږ تاسو ووینو ډیری هغه څوک چې له رسنیو سره کار کاوه یا هم مطبوعاتي ډګر یا میډیایي ډګر کې فعال و، هغوی د افغانستانه د باندې خپل ژوند په ویدیوی کلیپونو در رسانه‌های دلاری در سوشل میدیا دلاری. از سوی هم برخی از آگاهان دلیل افزایش مهاجرت های غیر قانونی را به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی و سرنوشت نامعلوم شهروندان کشور می دانند. یکی از مهمترین عامل افزایش مهاجرت غیر قانونی در کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا همین فقر و بیکاری، شرایط امنیتی نامطلوب و تحریم امارت اسلامی افغانستان از سوی جامعه ملل متحد می باشد که متاسفانه همین موضوع باعث شده است که مهاجرت غیر قانونی در کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا روز به روز افزایش یابد. اما شمار از آگاهان نیز دلیل مهاجرت های غیر قانونی را محدودیت های روی بانوان، فقر و بیکاری عنوان می کنند. زیربنای این نوع مهاجرت ها به مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برمیگردد. البته مسائل محدودیت بر روی زنان هم این نوع مهاجرت ها را تشدید کرده است. پیش از این نیز 18 تن از افغان ها جانهایشان را در مسیر بلغاریا بر اثر عدم رسیدگی اکسیژن در کانتینر از دست دادند و جسدهایشان پس از چندین روز به کشور منتقل شدند. وزارت صحت تام از ثبت چهارمین مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در کشور خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت گفته که این مورد مثبت در ولسوالی بهزود ولایت ننگرهار به ثبت رسیده که به طور مجموعی در یک سال پسین 4 مورد مثبت فلج کودکان در کشور به ثبت رسیده است. وزارت صحت تام همچنان تاکید دارد که در حال حاضر زون شرق کشور برای کودکان آسیب پذیر ارزیابی شده و باید امکانات بهداشتی لازم برای باشندگان این زون فراهم شود. بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت در یک سال پسین 12 کارزار محو فلج کودکان در کشور برگزار شده که بیشترین کارزار فلج کودکان را در جهان تشکیل می دهد. گفتنی است که پیش از این 3 مورد دیگر فلج کودکان در ولسوالی های بتیکود، کود و نازیان ننگرهار ثبت شده بود. ایران به عنوان یکی از 20 نایب رئیس مجموعه عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شده است. آمریکا و اسرائیل از این گزینش انتقاد کردند. همچنان وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین و اجرای کامل توافقنامه صادرات غلات شدند. این مسئله در بیانیه پایانی شرکت کنندگان در نشست وزیران این گروه مورد تاکید قرار گرفته است و ایلان ماسک مجددا ثروتمندترین فرد جهان شد. بیشتر در این بسته تصویری.
ایران به عنوان یکی از 20 نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شده است. آمریکا و اسرائیل از این گزینش انتقاد کردند. مجمع عمومی روز پنجشنبه دنیس فرانسیس از ترینیدا و توباگو را به عنوان رئیس 78مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب کرد. علاوه بر ایران، بولیوا، کانگو، استونی، گامبیا، ایسلند، مالزی، مراکش، هلند، سنگال، سنگاپور، سریلانکا، سورینام، اوگاندا، ازبکستان و زامبیا هم به عنوان نایب رئیس مجمع انتخاب شدند. این کشورها در کنار 5 عضو دائمی شورای امنیت یک سال با عنوان نایب رئیس ایفای نقش می کنند. یکی از وظایف کشورهای منتخب به عنوان نایب رئیس مدیریت نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. کریس لو نماینده آمریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل بعد از این انتخاب با انتقاد گفته که آمریکا با تلاش خود برای مخالفت با هر گونه نقش رهبری برای ایران در سراسر نظام سازمان ملل ادامه بدهد. نماینده اسرائیل هم از انتخاب ایران انتقاد کرده است. مجمع عمومی علاوه بر بررسی و صدور مصوبه‌های در مورد مسائل گوناگون، دبیرکل سازمان ملل را هم بر بنیاد توسعه شورای امنیت منصوب و عضوهای غیر دائم شورای امنیت را بر حسب سهمیه بندی جغرافیایی انتخاب می کند. مجمع عمومی بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی خواستار حل فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین و اجرای کامل توافقنامه صادرات غله‌ها شدند. این مسئله در بیانیه پایانی شرکت کنندگان در نشست وزیران این گروه مورد تأکید قرار گرفته است. وزیران خارجه بریکس مواضع اصولی خود در خصوص وضعیت در اوکراین و مسائل پیرامون آن را یادآوری کرده و از پیشنهادهای میانجیگری با هدف حل فصل مسالمت‌آمیز مناقشه از طریق گفتگو و دیپلماسی استقبال کردند. آنها همچنان خواستار اجرای کامل و مؤثر ابتکار عمل صادرات غلات از طریق دریای سیاه شدند و بر لزوم پیگیری یادداشت تفاهم بین روسیه و دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد صادرات مواد غذایی و کود شیمیایی روسیه به بازارهای جهانی تاکید کردند تا بحران غذا به ویژه در کشورهای آفریقایی حل فصل شود. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که اگر وضعیت توافقنامه غلات تغییری نکند، تمدید آن منطقی نخواهد بود و افزود که از 30 میلیون تن غلات صادر شده از بنادر اوکراین بر بنیاد این توافقنامه تنها کمتر از 30% آن به فقیرترین کشورهای جهان در آفریقا رسیده است. علاوه بر این، رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در آستانه برگزاری نشست وزیران بریکس در واکنش به ادعای روبن بریگدی، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی درباره ادعای ارسال تسلیحات نظامی از این کشور به روسیه، با وی توصیه کرد که جایگاه خود را بداند و در امور دیگران دخالت نکند. ایلون ماسک جایگاه خود را به عنوان ثروتمندترین فرد جهان پس گرفت و برنارد آرنو رئیس غول کالاهای لوکس فرانسوی، خانه مد لویی ویتون و موی هنسی که به طور مخفف LMVH خوانده می شود را به رتبه دوم فرستاد. دارایی خالص او پس از افزایش ارزش شرکت خودروسازی برقی تسلا از جنوری 2023 تا کنون 55.3 میلیارد دلار افزایش یافته و به 192 میلیارد دلار رسیده است. ثروت آقای آرنو بر بنیاد گزارش بلومبرگ 24.5 میلیارد دلار کاهش یافته و به 187 میلیارد دلار رسیده است. پس از او جف بزوس رئیس شرکت آمازون و بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت در جایگاه های سوم و چهارم قرار دارند. در همین حال سهام شرکت تسلا که آقای ماسک بیشتر ثروت خود را از آن به دست می آورد، به دلیل نگرانی ها در خصوص مدیریت همزمان توییتر و تسلا توسط وی و احتمال کاهش حضور آقای ماسک در تسلا به شدت سقوط کرد. با این حال سهام تسلا از ابتدای سال روان تقریبا 92% بازگشته است، زیرا سرمایه‌گذاران پس از انتصاب یک مدیر اجرایی جدید برای توییتر توسط آقای ماسک اطمینان خاطر بیشتر پیدا کردند. سفر او به چین در این هفته برای بحث در مورد تسلا نیز سبب قرار گرفتن وی در صدر خبرها شده و در این حال این شرکت موتورسازی از افزایش علاقه به هوش مصنوعی سود می‌برد. و حالا هم توجه کنیم با وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر و نیز نرخ اسعار در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. به این ترتیب رسیدیم به بخش پایان خبرها. از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین جهان سپاس و حالا شما دعوت میکنم تا بیننده دیگر برنامه ها از یک باشید. تا مجموع خبرهای دیگر وقتتان خوش. خدا نگهدار.